کهکشان اشرف رو با سلام و درود به اشرف نشان ها و همه اعضا و هواداران مقاومت ایران در نیویورک شروع می کنیم که با تظاهرات بزرگشون در مقابل مقر سازمان ملل متحد چشم همه جهانیان رو به خود خیره کردند. تظاهرات بزرگی که حتی قبل از شروع خبرش توسط مهمترین مطبوعات جهان مثل تلویزیون های CNN، BBC جهانی و یورو نیوز پخش شد و بعد هم مورد توجه گسترده مطبوعات سراسر دنیا قرار گرفت. And live pictures there now. Protesters also making their voices heard outside the UN. That's a big... We are at a demonstration across the UN. I do not think Rouhani is different from any other... From any negotiations or any approach. This is again... Plenty of people, not just demonstrators at the UN, will never trust the Islamic Republic of Iran. Outside the UN, cynicism on the streets. But not everyone is in welcoming mood. درود بر گام‌های استوارتون، درود به فریادهای کوبندتون علیه حضور نماینده فاشیسم مذهبی در خانه ملل و درود به پشتیبانی بیدریغتون از مجاهدان راه آزادی. خیلی خوب میشد جوشش خون ستارگان کهکشان اشرف رو تو رگ‌های شما اشرف نشان‌ها دید، میشد راه و رسم اشرفی رو در کارزار سه‌شنبه شما در نیویورک دید که به اوج تازه‌ای رسیده و عموم رسانه‌ها هم اون صفوف منظم و مشت‌های گره کرده و عزم‌های استوار رو منعکس کردند. این اسباب ننگ و شرمساری ملل متحد است که رئیس جمهور یک دیکتاتوری ضد بشری را در اجلاس مجمع عمومی میپذیرد. رئیس جمهور برگزیده مقاومت در پیام به تظاهرات نیویورک تاکید کردند حماسه دهم شهریور و خونهای پاک و جوشان 52 قهرمان اشرفی برای تمام اعضای این مقاومت پیام درخشانی در بر دارد. پیام استواری، قطعیت و یقین در سرنگونی رژیم ولایت فقیه و کسب آزادی و دموکراسی. همیهنان، حماسه ده شهریور و خونهای پاک و جوشان 52 قهرمان اشرفی برای تمام اعضای این مقاومت پیام درخشانی در بر دارد. این پیام استواری، قطعیت و یقین در سرنگونی رژیم ولایت فقیه و کسب آزادی و دموکراسی است. همه شما را فرا می‌خوانم که برای ادامه راه پر افتخار 52 قهرمان کهکشان اشرف به پا خیزید. شما را فرا می‌خوانم که برای گسترش این پیکار پرچم خونین کهکشان اشرف را به دست بگیرید و با عزم و ایمانی صد برابر به پا خیزید. سلام بر آزادی، سلام بر مجاهدان آزادی، سلام بر مردم ایران و درود بر همه شما. در تظاهرات بزرگ نیویورک شهردار رودی جولیانی نسبت به خطر تحویل 7 گروگان اشرفی به فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران هشدار داد. باید بخوایم که روحانی علناً فراخوان بده به عراق و مالکی که هر 7 گروگان رو همین الان آزاد کنه. فوراً اونها رو آزاد کنه. هیچ ملاقات، هیچ مذاکره، هیچ دست دادن و هیچ کمک در و هیچ لبخند نخواهد بود تا اونها آزاد بشن. رئیس پیشین حزب جمهوری خواه آمریکا گفت صدای آزادی در ایران با 52 قهرمان شهید بلند شد. صدای جدیدی شنیده میشه در سراسر ایران. با این 52 قهرمان شهید شروع شد، ادامه داره با 7 گروگانی که هستن و تقویت خواهد شد با شما. پاتریک کندی ضمن گرامی داشت یاد شهیدان اشرف بر ضرورت تامین امنیت ساکنان لیبرتی تاکید کرد و نقض تعهدات دولت آمریکا و ملل متحد را در این رابطه شرم‌آور توصیف کرد. ما اون سکوت رو میشکنیم و میایستیم
و صدای خودمون رو بلند میکنیم و کف میزنیم برای جانها و فداکاری های این مجاهدان قهرمان شهید. سناتور توریسدی تصریح نمود لیبرتی در جبهه مقدم است اما تنها نیست. ممکنه 5000 مایل اون برتر باشیم، ولی امروز همه زن و مرد و کودکی که اینجاست افتخار میکند که بگه که ما شهروندان اشرف هستیم و ما شهروندان لیبرتی هستیم. جان بولتون آخوند روحانی را فریبکار اصلی دانست. روحانی یک فریبکاری، کلاه برداره. و کارول فانتین، استاد ادیان و تاریخ در آمریکا، گفت که اراده مردم ایران در پیام‌های مریم رجوی و در مبارزه سازمان مجاهدین منعکس است و نمی‌توان آن را خاموش کرد. در پیام‌های مریم رجوی منعکس است و در مبارزه سازمان مجاهدین و نمی‌توان آن را خاموش کرد. مجاهدان آزادی در لیبرتی بلافاصله بعد از اینکه خبر قتل عام بزرگ و جنایتکارانه ده شهریور را شنیدند، برای درهم شکستن توطئه‌های رژیم آخوندی تصمیم گرفتند دست به اعتصاب قضا بزنند. اونها و یاران ارشدشانشون در ژنو، برلین، لندن و اتاوا که اکنون چهارمین هفته اعتصابشون رو پشت سر می‌ذارن، آمادند تا با تحمل همه سختی‌ها و درد و رنج‌ها موانع رو از سر راه بردارن و خواسته های برحق مقاومت ایران رو به هر قیمت محقق کنند. تاریخچه این مقاومت نشون میده که پیروزی و موفقیت هر کارزار یک شرط لازم و ضروری داشته و داره: پرداخت بهای ایستادگی و پایداری تا به آخر. دشمن را از کرده پشیمان کنید، اشرف و سرتا سر ایران کنید. دشمن را از کرده پشیمان کنید، اشرف و سرتا سر ایران کنید. دشمن را از کرده پشیمان کنید، اشرف و سرتا سر ایران کنید. سلام و درود به زنان و دختران به اسارت گرفته شده در حاکمیت آخوندی. عزیزانم، منم یکی از هزاران زنی بودم که از چنگال و زندان آخوندی فرار کرده و برای آزادی به ارتش آزادی بخش پیوستم. آدمکشان دولت مالکی به دستور ولی فقیه پابگور ده شهریور به اشرف حمله کرده و 52 مجاهد خلق را قتل عام کردند و 7 نفر از مجاهدین را به اسارت و گروگان بردند، از جمله 6 زن مجاهد. دشمن به خیال خام خودش فکر می‌کند با اعدام و گروگانگیری میتونه خللی در عزم مجاهدین وارد کنه. این شعله هرگز خاموش شدنی نیست. بنا به تجربه تاریخ، این دیکتاتور فرتود و زن ستیز آخوندی
ضربه نهایی رو از جایی میخوره که اصلاً فکرش رو نمی کنه. به مادران و خواهران مجاهدین قتل عام شده در داخل دست مریضات میگم. درس فراموش نشدنی با برگزاری مراسم شهدا به مزدوران و آخوندهای کثیف دادید. دختران و زنان آزادهی که با باز شدن مدرسه و دانشگاه پا به عرصه جامعه خواهید گذاشت. در هر زمان و هر مکان صدای مظلومیت و آزادی خواهی ایران را به جهانیان برسونید و زنجیرهای ظلم و ستم در ایران را از هم بگسلید. به امید ایران بدون ظلم و ستم. مجاهد خلق حماسه سازی، یک دو سه صد اشرف نومی سازی. مجاهد خلق حماسه سازی، یک دو سه صد اشرف نومی سازی. مجاهد خلق حماسه سازی، یک دو سه صد اشرف نومی سازی. مجاهد خلق حماسه سازی، یک دو سه صد اشرف نومی سازی. شاید رژیم خمینی فکر میکرد که میتونه ما رو در زندان لیبرتی با محبوس کردن صدای ما رو خفه کنه، اما پژواک صدای ما الان در سراسر دنیا پیچیده. پرتوی از اون رفت به آمریکا. دیدیم که ده ها تن از نمایندگان کنگره آمریکا و همینطور سناتورها مثل سناتور منندز، جودی چو و غیر و زالک به حمایت بلند شدن. پرتوی از این پژواک صدا رفت به اروپا. نمایندگان پارلمان اروپا، همینطور پارلمان اروپا به علاوه بسیاری از شخصیت‌های دنیا اومدن و از این صدا حمایت کردند. پرتوی هم رفت به جهان عرب. همونطور که میدونید 91 هزار تن از شخصیت‌های بسیار برجسته، وکلا و همینطور نویسندگان از این پیام حمایت کردند. در عراق هم 141 هزار تن از بهترین فرزندان این مرز و بوم و همینطور شعرا، نویسندگان اومدن و از این صدا حمایت کردند. پس بنابراین هرگز رژیم نمیتونه این صدا رو خاموش کنه. برگردیم به سال 67. رژیم چیکار کرد؟ 30,000 تن از بهترین فرزندان این خلق رو اعدام کرد. چند سبایی تونست این صدا رو خاموش کنه. اما الان چی؟ صبح ده شهریور اومد دست به جنایت در اشرف زد. اما عصر همون روز سراسر دنیا رو سرش خراب شده. در پایانم میخواستم یک پیامی بدم به تمام اشرف نشانا در سراسر دنیا. دستتون درد نکنه، خسته نباشید و فی الواقع باید بگم با کوشش و جهد شما هست که ما میتونیم پشت این دشمن زبون رو به خاک بمالیم. موفق و پیروز باشید. امیدوارم که به زودی زود همدیگر رو در میدان آزادی ببینیم.
من اشرفی هستم. بله، امروز و به خصوص بعد از حماسه بزرگ اشرف به خوبی میبینیم که اشرفی بودن دیگر یک شعار نیست. این یک راه و رسمه، راه و رسم ایستادگی، راه و رسم وفای به پیمان و راه و رسم نبرد علیه ظلم و ایستادن در مقابل بی‌عدالتی تا هر کجا که لازم باشه. هر کسی که عزم جذب کنه میتونه در این مسیر قدم بگذاره. ایستادگی اشرفی ها و پایداری یاران اشرف نشان اونها جهانی رو به ایستادگی فراخونده. و اکنون برجسته ترین شخصیت های جهان هم با اونها در طی این مسیر همراه شدند و میگن ما هم اشرفی هستیم. Well, ladies and gentlemen, the first massacre took place in 2009. It's 4 years ago we've been warning this would happen. There have now been 5 massacres. When the Americans left and the Iraqis assumed responsibility for the safety and security of the 3,500 people at that time in Ashraf, they then started building, they put the camp under siege, they wouldn't allow anyone to leave, they wouldn't allow any more visits from parliamentarians or lawyers. They stopped providing them with fuel and water. They had to buy that from outside Iraq at huge cost. They then erected loudspeakers all around the camp and blared high volume, high decibel insults and music and noise 24/7 to torture them psychologically. And what did we do? Nothing. Then they went into the camp for the first massacre. Now, after 5 massacres, there are 126 dead, including the 52 recently. 14 others have died because of being deprived of proper medical assistance. And what did we do? Nothing. What did Baroness Ashton do? After each massacre, she makes, I think she simply recycles the same press release, saying that she welcomes Nouri al-Maliki's assurance that he will conduct a full investigation to find out who carried out the massacre. Once again, after the 1st of September massacre that we've just witnessed, he said, this is nothing to do with me, I don't know who has conducted this, terrorism is taking place all across Iraq, I have no knowledge of what happened to the hostages, but we know the commanders who took part in the command of this massacre. Our old friend Haider Azab, he's been indicted for murder by his involvement in one of the previous massacres. The Spanish courts have indicted him for murder. He was on the scene. Ahmed Kozair, who was also one of the commanders of the previous massacres. Major General Jamil Shamiri, the commander of the Diyala police unit, and Colonel Nahad, the commander of the military force at Ashraf. These 4 people are guilty of crimes against humanity. These 4 people must be indicted for crimes and must be brought to a trial in The Hague. And the person who ordered these people to conduct this massacre that led to 52 deaths, that person can only be the Prime Minister himself, Nouri al-Maliki, because he has retained control of defence, of intelligence, of internal security. All of that is controlled from his office. He must be held accountable for what has happened. For Baroness Ashton to welcome him saying that he would conduct an inquiry is like saying to Bashar al-Assad, we welcome the fact that you say you will carry out an inquiry into the sarin gassing of your own people in Damascus. It is ludicrous, absurd, and an insult to all of our intelligence. So, ladies and gentlemen, we are now confronted with the crisis of the 7 hostages. We are trying our utmost now at every high level in America and here in Europe to have some meaningful intervention. You will be aware that this massacre took place, and I think the reason why the head of intelligence from Iran was sent on the 29th of August to Baghdad
was because they are smart. They realized the whole focus of the international community was on Damascus. They realized the international press were focused on Damascus. And they thought, we can get away with this massacre without the press paying much attention and without the West doing much. Well, I want today to say to all of you that I am Ashrafi. I have solidarity with these people. If these people, if their lives are so cheap, well, I say to Maliki, come and kill me. You know, come and take me in a helicopter to Iran. I am an Ashrafi as well, and I hope all of you here are Ashrafis. Azadi, Akbar, Aske, Velayat-e Faqih, Lanat bar
در خمینی گروگان اشرفی آزاد باید گردن. انعکاس قتل عام اشرف بر روی اینترنت. به یاد شهید قهرمان یاسر حاجیان هادی. چندین بار قبل از اینکه به اشرف برود دیده بودمش. اصلا با ارزش‌های بورژوازی بیگانه بود و با بچه‌های دیگر متفاوت. گفتم مدتی دیگر او مجاهد خلق خواهد شد. درود بر او و راهش پر ره رو باد. ره نراقی. آقا مدیر رشید، ما هنوز هم دانش آموزانت هستیم، از تو آموختیم و با تو بزرگ شدیم، همواره درس فدا و شجاعت و شادابی را از تو داریم. تک تک ما دانش آموزانت به تو افتخار میکنیم و توشه راهمان هستی و چون مشعلی در دستمان راحت را ادامه میدهیم. تا این رژیم را نابود نکنیم آرام و قرار نداریم. شهدای یک شنبه خونی. ه. فراهانی. درود بر شیرزنان و کوهمردان سازمان مجاهدین خلق ایران که عزم جزم کردند تا ریشه کثیف این رژیم را نکنند، دمی آرام و قرار نداشته باشند. هر لحظه و هر ثانیه در جنگ هستند، از شکلی به شکل دیگر. ره نراقی. ایستاده ایم تا پای جان ایستاده می جنگیم، اشرف نشان می جنگیم. ترانه ایرانی. به قول سبای گل ایستاده ایم تا پایان. مریم آی. هزاران درود همیشه در قلب ما جاودان و زنده است. حمید فه. هزاران درود همیشه در قلب هر آزادی خواهی هستید و سرمشق برای اشرف نشانان سراسر گیتی. سین رها. من از زبان آب، پرنده، نسیم، ماه با مردم زمان سخنها سرودم. من از زبان برگ درد درخت را در زیر تازیانه بیداد برق و باد در پیش چشم مردم عالم گشودم. شین عبدی. یاد زنان پیشتاز و والایی که خونشان گواه شایستگی زن ایرانی در مساف با پلیدترین دشمنان مردم ایران است. به یاد فرمانده زهره قائمی. چه زیباست وقف آرمان شدن، پرستوی اوج آرمان شدن، به الگوی والای ایستادگی مجاهد قهرمان شدن. ستار ره. ای ایرانیان، هر یک از ما در حدود امکانات خود می توانیم افکار عمومی جهانیان را از این شرایط وخیم با خبر کنیم. با ایمیل، تلفن، ملاقات حضوری با مسئولین انجمنهای حقوق بشری، مدافعان حقوق پناهندگان، پزشکان، وکلا، پارلمانترها، احزاب، قضات، روزنامه‌نگاران و سندیکاها. از آنان بخواهیم که مقامات کاخ سفید، کمیساریای عالی امور پناهندگان ملل متحد و صلیب سرخ جهانی را نسبت به این قتل عام آگاه کنیم. ما ایرانیان خارج کشور نیروی بزرگی هستیم. همیت کنیم، فردا خیلی دیر است. همزمان با تظاهرات بزرگ نیویورک در اعتراض به حضور آخوند روحانی در ملل متحد و برای فراخوان به آزادی هفت گروگان اشرفی، تظاهرات یاران مقاومت ایران همچنان شهرهای سراسر جهان رو هم در بر گرفته. خواسته اصلی اونها آزادی فوری گروگانهای اشرفی و تضمین امنیت ساکنان لیبرتی است. از واشنگتن و تورنتو تا مادرید و پاریس و اسلو و بخارست و تا ملبورن و کانبرا، ایرانیان آزاده یک تم اسپانه می نشینند و با رزمشون راه ستارگان پرفروغ اشرف رو ادامه می دن. Marekin, Marekin, Shame on you, Shame on you, Marekin, Marekin, Shame on you.
اشرفی آسیه ماسکی فری از کنگره آمریکا تا بروکسل حامیان اپوزیسیون ایران، از جان کری وزیر خارجه آمریکا مصرانه خواهان اتخاذ اقدامی علیه عراق به دلیل کشتار 52 ایرانی در تبعید توسط مردان مسلح عراقی هستند. 34 تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از جان کری مصرانه خواستند تا زمانی که بغداد به تلاش‌های روشن و قابل تاییدی در جهت حفاظت از 3000 ایرانی مخالف در کمپ پناهندگان در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد دست نزده است، کمک های مالی برای عراق را قطع کند. آنها از جان کری خواستند تا خواهان آزادی 7 نفری بشود که در اول سپتامبر در حمله به کمپ اشرف به گروگان گرفته شدند. اعضای مجلس نمایندگان و قانونگذاران دیگر اشاره کردند که اکثر قربانیان از ناحیه سر مورد اصابت قرار گرفتند و دستان بسیاری از آنها از پشت بسته شده بود. سناتور روی بلانت در نامه جداگانه‌ای که برای جان کری فرستاده است گفت ایالات متحده آمریکا موظف به حفاظت از این مخالفان است. نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا این تبعیدیان را در سال 2003 خلع سلاح کردند و قول دادند که امنیتشان را تضمین کنند. دولت اوباما در سال 2009 حفاظت آنها را تحویل دولت عراق داد. روی بلانت سناتور جمهوری خواه از ایالت میسوری عضو کمیته نیروهای مسلح سنا گفت ما نه تنها یک التزام قانونی بلکه التزام اخلاقی هم داریم که به آن تعهد عمل کنیم. یکی از اعضای پارلمان اروپا از بروکسل به جان کری در مورد احتمال استرداد 7 گروگان به ایران هشدار داد، جایی که آنها اعدام خواهند گردید. استران استیونسون یک محافظه‌کار اسکاتلندی و رئیس هیئت رابطه با عراق در پارلمان اروپا گفت اگر این پناهجویان اکنون به زور به ایران برگردانده شوند تا با شکنجه و اعدام مواجه گردند، ایالات متحده آمریکا نیز در مورد سرنوشت آنها مسئولیت خواهد داشت.